بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین کتاب شریف کافی قسمت سی و پنجاه و ششم ابواب تاریخ امیر المؤمنین علیه السلام و ولادت و شعن و شعون و مقامات مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد صلوات الله علیها باب مولد امیر المؤمنین سلوات الله علیه باب ولادت امیر المؤمنین صلوات الله علیه ولد امیر المؤمنین علیه السلام بعد عام الفیل به ثلاثین سنه امیر المؤمنین علیه السلام به دنیا آمدن بعد از عام الفیل به سی سال سی سال بعد از عام الفیل یعنی اون سالی که داستانش گذشت که پادشاه حبشه و ابراهیم و اینها خواستند بیان با لشکرشون خانه کعبه رو خراب کنن و یک کعبه برای خودشون بسازند و مردم رو به سوی خودشون دعوت کنند که به عذاب الهی به برکت وجود پیامبر و حضرت ابو طالب و عبدالمطلب صلوات الله علیهم اجمعین گرفتار شدند و قتل علیه السلام فی شهر رمضان لتسع بقین منه لیلت الاحد سنت اربعین من الهجره و آن حضرت به شهادت رسیدن در ماه رمضان نه روز که و نه شب که مانده بود از ماه رمضان در روز یک شنبه سال اربعین من الهجره چهلوم از هجرت و هو ابن ثلاثن و ستین سنه در حالی که حضرت در سن شست و سه سالگی بودن بقیه بعد قبض النبی صلی الله علیه و آله ثلاثین سنه عمر حقیقی ایشان که میدونیم اول ما خلق هستند و کسی نمیدونه که عمر حقیقی ایشان و پیامبر و اهل بیت علیه السلام چقدره اما اون عمر ظاهری که در این دنیا متولد شدند و شهید شدند 63 سال بود و حضرت بعد از شهادت پیامبر سی سال زندگی کردند و امه فاطمه و بنت و اسد مادر بزرگوار ایشان فاطمه دختر اسد بود ابن هاشم که اسد فرزند هاشم بود ابن عبد مناف که هاشم فرزند عبد مناف بود و هو اول هاشمین ولده هاشمون مرتین و امیر المؤمنین علیه السلام اولین شخص هاشمی بودند که هاشم اون را از دو جهت متولد کرده است یعنی هم پدرشان و هم مادرشان از فرزندان حضرت هاشم سلام الله علیه بودند حدیث اول این باب عن محمد ابن عبد الله ابن مسکان عن ابیه قال قال ابو عبدالله علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمودند ان فاطمه بنت اسد جاءت الى ابی طالب لی تو بشره به مولد نبی صلی الله علیه و آله. فاطمه بنت اسد همسر حضرت ابو طالب سلام الله علیه آمد که آن حضرت را بشارت بدهد به تولد پیامبر صلی الله علیه و آله فقال ابو طالب اسبری ثبتا ابشرو که به مثلی الا نبوه پس حضرت ابو طالب حتی فاطمه بنت اسد خبر داشتن میدانستن میشناختند که ایشون پیامبر هستند و اینها بیت نبوت و رسالت و وسایت بودند هم حضرت ابو طالب و هم حضرت فاطمه بنت اسد پدر و مادر امیر المؤمنین علیه السلام میدانستند و ایشون آمد از شدت سرور و خوشحالی به حضرت ابو طالب خبر داد که پیام برمان متولد شدند و حضرت ابو طالب چه فرمودند در جوابش؟ فرمودند صبر کن مدتی دهری زمانی صبر کن که بعدا فرمودن یعنی سی سال و من تو را بشارت میدهم به کسی که مثل پیامبر خواهد بود الا اینکه او نبوت نداره اما تمام فضائل و کمالات پیامبر علم و قدرت و ولایت و اسمت و آنچه از فضائل و کمالات از آن رسول الله صلی الله علیه و آله در وجود فرزندشان امیر المؤمنین که تو او را بعد از مدتی به دنیا خواهی آورد همه وجود داره و قال از سبتو سلاسون سنه فرمودن که سبتن یعنی سی سال بعد به دنیا می آید و کان بین رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام سلاسون سنه و فاصله بین تولد رسول الله با امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ما سی سال بود حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدیث دوم هم از امام صادق علیه السلام مرغيست قال إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها وكانت من أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وآله فرمودند فاطمه بنت اسد مادر امیر علیه السلام اولین زنی بود که هجرت کرد از مکه به مدینه خدمت رسول الله بر قدمه ها پیاده با پای خودشون رفتن و خدمت پیامبر رسیدند و ایشان از مهربانترین و نیکوکارترین مردم نسبت به رسول الله بودند که مانند مادر از رسول الله تربیت داشتند و نسبت به ایشون محبت داشتند و ایشون رو رسیدگی می کردند فسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول شنیدم از رسول الله فسمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و هو یقول و حضرت فاطمه بنت اسد فسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول و ایشون از پیامبر شنیدند که میفرمودند ان الناس یحشرون یوم القیامه عراتا کما ولدو مردم در روز قیامت برهنه محشور می شوند همان گونه که متولد شده اند فقالت وا سوعتا ایشون گفتند چه بد چقدر ناراحت شدن فقال الله رسول الله صلی الله علیه و آله فانی اسال الله ان جبعسک کاسیتن فرمودن من از خدای تبارک و تعالی میخواهم که تو پوشیده و در حجاب روز قیامت محشور شوی و سمعت و یذکر رقتت القبر فقالت و ضعفاه و شنید که پیامبر میفهمودن که فشار قبری هست و ایشون عرضه داشتن و ضعفاه وای که ما چقدر ضعیف و ناتوان هستیم در مقابل تحمل فشار قبر فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله فانی اسال الله ان یکفیک ذالک من از خدای تبارک و تعالی میخواهم که کفایت کند امر تو را و فشار قبر شامل حال شما نباشی فانی فا اسال الله ایک فیه که ذالک من از خدا میخوام که امر شما رو کفایت کنه و فشار قبر برای شما نباشد و قالت لرسول الله صلی الله علیه و آله یوما انی اريد ان اعتق جاریتی هاذه به پیغمبر عرضه داشت روزی که من میخوام این کنیزم رو آزاد کنم فقال لها ان فعلته اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار حضرت فرمودند وقتی که چنین کار خیر و خوبی را انجام بدهی خدا به هر عضوی از آن کنیز عضوی از تو مانند آن را از آتش دوزخ رها خواهد کرد و آزاد خواهد کرد فلما مرزت اوست الی رسول الله صلی الله علیه و آله و امرت ان یعتق خادمها بعد که ایشون مریض شدن وسیجت کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله وسیج ایشان باشد و وسایاشون به ایشان عرضه داشتند و گفتند که خادمشان هم بعدن چه عتق شود و آزاد شود اون جاری و کنیز را که قبلا آزاد کردن و خادمشون رو هم خواستن که حضرت آزاد کنن و اعتقل لسانها فجعلت تومی الى رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان بعد که دیگه در لحظات حسین و زبانشون از کار افتاد با اشاره با رسول الله صلی الله علیه و آله سخن می گفتند فقبل رسول الله صلی الله علیه و آله وصیت هم وسیجت او را پذیرفتند فبینما ما هو ذات یوم قاعدون اذ اتاه امیر المؤمنین علیه السلام و هو یبکی پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودند که دیدن حضرت امیر علیه السلام آمدند و گریه می کردند فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر فرمودند چرا گریه می کنین فقال ما تت امی فاطمه عرضه داشتند که مادرم فاطمه از دنیا رفتن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و امی والله الله فرمودن مادر من هم بود به خدا قسم و قام مسرعا حتی دخل فنظر الیها و بکا پس حضرت با عجله برخواستند و رفتند به پیش فاطمه بنت اسد و گریستند ثم امر النساء ان یغسلنها ثم امر النساء یغسلنها و قال بعد زنها را امر کردند که ایشان را غسل بدهند و فرمودند این و قال اذا فرغتن فلا تحدثن شیئا فرمودند وقتی که از امر غسل ایشان فارغ شدید و قسلشون تمام شد هیچ کاری نکنید حتی تو تا اینکه به من خبر بدهید و خودم بیایم فلان ما فرق نه نهو به ذالک وقتی که فارغ شدند کار تمام شد و قسل دادن به آن حضرت خبر دادن و رسول الله تشریف آوردن فاعطاهن اجدا قمیسیه الذی یلی جسده یا فعطاهن احدا قمیسی حضرت یکی از پیراهناشون یا اجدا قمیسیه اون بهترین لباسشان را فاعطاهن اجدا قمیسه الذي یلی جسده و امرهن ان یکفنها فیه و قال للمسلمین حضرت اون بهترین پیراهنی را که در لباس زیرین ایشان بود و با لباس و جسد اون لباس با جسد ایشان تماس داشت اون را دادند و امر کردند اون زنها را که حضرت را با اون کفن کنند و به مسلمان ها فرمودند که ادار ایتمونی قد فعل تو شیعن لم افعله قبل ذالک فسلونی لم فعل تو و مسلمان ها گفتن اگر دیدی من یک کاری انجام میدم که قبلا ندیدید انجام داده باشم از این بپرسید که من چرا این کار را انجام میدهم فلما فرغ من غسلها و کفنها دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی دخل فحمل جنازتها علی عاتقه وقتی که اونها از غسل و کفن کردن ایشان فارغ شدند و امرش تمام شد رسول الله داخل شدند و جنازه ایشان را بر شانه خود نهادند و حمل کردند فلم یزل تحت جنازتها ها و پیغمبر پیوسته زیر این جنازه بودند حتی اوردها ها تا اینکه خودشان این بزرگوار را داخل قبر کردند ثم وضعها و دخل القبر فاستجع فیها و ایشون رو در قبر گذاشتند و خودشون داخل قبر شدند و اونجا دراز کشیدند و به حالت خوابیده در آمدند ثم قام فاخذها علی یدیه حتی وضعها فی القبر قبل از اینکه جناب فاطمه را قرار بدن خودشان در جایگاه او خوابیدند و بعد برخواستند و گرفتند این جنازه پاک و پاکیزه را با دست خودشون در درون قبر نهادن ثم من علیها طویل ها و یقول لها بعد حضرت خم شدند و نزدیک او آمدند و بر قبر او افتادند و مردم شنیدند که پیامبر داره با آن حضرت آهسته سخن میگه ثم من كب عليها علیها طویلا یناجی ها یقول ثم من عليها علیها طویلا یناجی و یقول لها بعد حضرت افتادند به مدت طولانی بر خدمت شما عرض شود که اون جنازه و اون جسد خم شدن و مدت طولانی به آهستگی و به حالت مناجات با او سخن میگفتند و بهش میفرمودند و یقول لها بهش میفرمودند ابنکه ابنکه ابنک فرزندت 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 ثم خرج و سوا علیها بعد حضرت قبر آمدند و خاک را ریختند ثم من کب قبرها باز دو مرتبه حضرت افتادن روی قبر ایشان فسمعوه و یقول لا اله الا الله شدیدن که پیامبر میفرمد لا اله الا الله اللهم انی استودعها ایاک خدا یا من ایشان را به تو سپردم و به امانت به تو میدم و به تو میسپارم ثم من شرفه بعد پیامبر منصرف شدند و حرکت کردند و بروند فقال له المسلمون مسلمون ها عرضه داشتند انا رأینا که فعلت اشیاء لم تفعلها قبل الیام یا رسول الله امروز ما کارهای جدیدی از شما دیدیم قبلا شما این کارها را انجام نداده بودید فقال الیام فقط تو بر طالبین فرمودن امروز از دست دادم محبت های ابو طالبی را که همسر ایشان مادر امیر المؤمنین بنت اسد چه محبت ها داشت به من و همچنین حضرت ابو طالب همسر ایشان این کانت لیکون و انده شی فتؤثرنی بهی علا نفسها و ولدها فاطمه اونقدر به من مهربان بود که اگر چیزی داشت اول مرا برمیگزید قبل از اینکه به خودش بدهد و به فرزندان خودش چیزی رو عنایت کنه محبت کنه اول به من میرسید و انی ذکرت القیامت و الناس یحشرون عراتن فقالت و اتا و من قیامت رو ذکر کردم که مردم محشور میشوند برهنه و ایشان ارزه داشت و سوعتا آه چقدر ناراحت شدم و چقدر بد امریست فلمن تو لها انجب اثه الله کازیتن من زمانت کردم که خدای تبارک و تعالی ایشان را پوشیده و در حجاب محشور کند و ذکرت و زقتت القبر فقالت و ضعفا و یاد فشار قبر کردم گفت وا زعفا چقدر ضعیف و ناتوانیم فزمین طلا ان یکفی الله ذالک و من زمانت کردم که خدای تبارک و تعالی او رو کفایت کنه و فشار قبر نداشته باشه فکفن تا به قمیسی و تجعت و فی قبر حال ذالک من برای این بود که با لباس خودم ایشان را کفن کردم و در قبرش خوابیدم که اون قبر بفهمد این قبر با قبرهای دیگه فرق داره و اینجا جایی است که رسول الله در اونجا خوابیده اند و فشار قبری در کار نباشه و ان تو علیها فلقنتها ما تسأل عنها بعد به روی قبر ایشان افتادم و قبل از آن به روی جنازه ایشان خم شدم و به او تلقین کردم و یاد دادم آنچرا که از او پرسیده می شود سؤالت انها سئلت ها فقالت از, این از ایشان سوال شد که پروردگارت کیه؟ پس گفت که الله ربی جواب داد و سئلت الرسولها ها فعجابت و از پیامبرش پرسش شد اون را هم جواب داد و گفت محمد صلی الله علیه و آله رسولی و نبیی و سئلت اولی ها و امامها ها فرتج علیها از ولیش و امامش سال شد گفت امام تو کیه ولی تو کیه اینجا بود که از شدت عظمت و اون لذت و محبتی که براشون اتفاق افتاده است که امیر المؤمنین علیه السلام امام ایشان است یا از اینکه خدمت شما مشاهده شود مشاهده میکرد که پیامبر داره ایشون رو ملاحظه میکنه یا هر جهت دیگه بوده است دیدم که در اونجا لرزش و یک حرکتی در افتاد بر وجود اندام ایشان فقل تبنه که ابنو که ابنک فرزندت علی امیر المؤمنین فرزندت 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 امام توست حدیث سوم ان شاء الله در جلسات بعد و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اللهم صل علی محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد